با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این نهمین روز از ششمین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزار، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. عرضم به حضور شما که چند تا نکته، اون که اول نکته آن است که فردا همطور که برز رساندم هفته گذشته، فردا یه جلسه است در کنگره آمریکا و من تلاش میکنم که این ساعت 10 صبح است به وقت واشنگتن که راجب موضوع ایران است و وضعیت موشکی و اتمی. این ویدیویی هم که روز پنجشنبه برای شما پخش کردم، امیدوارم که اونو دیده باشی در تکرار و بدانی که اصلا اصل سوال و مسئله در کجاست. امروز آقای فلانی چی اسمشه مرد که ایف کلمه آقا که به این اوباش اطلاق کنی، اینا یه مش ارازلن اوباشن، اصلا جنایتکار، قاتل پسر، پدری که پسرش را به قتل رسانده به عنوان رئیس جمهور بنده و جنابالی. این نکتهش دیگه از همه داستان خنده‌دارتر اینجاست که او رئیس جمهور بنده و جنابالی است، چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی. رفته ترکیه. چرا رفت ترکیه؟ چرا وقتی عربستان سعودی دعوتشو میکنه میگه نمیام و میره ترکیه؟ ترکیه هم که رفته عبدالله گل گفته نه آقا اصلا حق مسلم ما انرژی هسته ای، اونم گفته دلاوره هسته ای بسی بزن خسته ای. رسه داستان فضاحت هست. تو اون ویدیو به درستی توضیح میده که این چرا میگه که فردا رو دعوت میکنم که این پرسش و پاسخ ها رو گوش بدیم. من تلاش میکنم که ساعت 7 صبح است وقت کالیفرنیا گوش بدید. اونایی که انگلیسی میتوانن طبیعتا دعوت میکنم که گوش بدید، اونام که انگلیسی نمیدونن تمرین کنید دیگه، تمرین زبان انگلیسی است، بالاخره میفهمی. اون وسطا اونام که در اروپا هستن به هر حال به خاطر وضعیت اینکه اونجا فیلم ها غالبا زیرنویس هست و زبان اصلی است، میدونم که به انگلیسی آشنان دیگه تا حد کمی اگه دلشون بخواد. چرا میگه که سوریه برای من از خوزستان مهمتره؟ حالا میفهمیش وقتی اون ویدیو رو گوش میدی، وقتی اون کارشناس حرف میزنه میفهمی که چرا میگفت خوزستان برای مهم نیست، سوریه برای مهمه. بلکه میگه که از طریق سوریه او به کناره مدیترانه میرسه و از کناره مدیترانه میتواند موشکاشو مستقر کنند و اروپا رو در حقیقت مورد تهدید قرار بدن. و از رسالتش این هستش که داعش رو، امروز داعش گفته که این داعشی ها رو فرستاده در سوریه، اونجا رو تخریب میکنه، در حالی که یه سری نیروهاشو فرستاده، میگه $500 به هر افغانی میده، میبرتش به هر افغان $500 میده، میبرتش اونجا جنگجو بشو به جنگ. و از این طرف داعش رو درست میکنه، سر میبره. چرا این دوگانه میکنه؟ برای اینکه میگه که اگر که اسد برود وضعیت این میشود، اگر جمهوری اسلامی برود وضعیت هم میشود. ببین این چقدر رزله خبیث. وقتی من بهش میگم اهریمن، تو شک نکن به این کلمه اهریمن، این اهریمن است. ما میخندیدیم یه دورانی، میگفتیم که در قرون وسطا وقتی کلیسا حاکم بود مثل الان، که آقای برقعی نازنین دوست من، آدم خوبی آقای برقعی، من آقای برقعی رو خیلی دوست دارم، ولی چه کنم که تفکرش یه تفکر اینجوریه، تفکرش اینه و ما با این تفکر 100% مخالفم. گفت در اون دوران، در دوران که کلیسا حاکم بود، یه نفر اومد جلوی رفت کلیسا و گفت شما که مردم رو به بهش میفرستید و جاده صاف میکنید برای همین بحثای مزخرف که الان اینا تو ایران مطرح میکنه، گفت تو که
قانون میتوانی قانونن این قدرت و این قوه رو داری که بتوانی بهش را بفروشی، طبیعتا جهنم آسونه دیگه. من شیش دنگ جهنم ازت میخرم. همه فکر کردن، آخوندها جمع شدن، فرق نمیکنه که شیش آخون، ربای، موبد، همش یه مزخرفه. هر جا دیدی توفش کن. هر گفت کی گفته این کار بود، بگو سعید بهبانی، آدرسش هم اینجاست، آدرس منه بده، با مسئولیت من، به فتوای من این کار بکن. جمع شدن گفتن آقا چطوری میشه، آخه مگه میشه هم چیکاری کرد؟ خب نکنین که حیثیتمون میره. خب میره جار میزنه تو شهر، میگه اینا که دارن بهش نشن دروغی قلابی مردم هم. چرا که من رفتم جهنم بخرم، نه این نمیتونه بفروشه، پس اون یکی هم نمیتونه بفروشه. گفتم خب یارو احمق، یه پولی ازش بگیرید، شیشتونگ جهنم رو بهش بدید. اومدن عقلشون رو هم ریختن و بعد رفتن شیشتونگ جهنم رو به این بابا فروخت. فردا صبح این بابا اومد جلو در کلیسا نشست، یه جعبه پرتقال گذاشت جلوش، یه فیتلوی گذاشت جلوش، یه تابلوان زد رو سرش که آقا من بنابراین سند اینجا نوشته، اینم اسقف اعظم، پاپ بزرگوار، حضرت آیت الله عظما علی خامنه ای، رهبر کاتولیکا و مسلمین جهان، اینجا امضا کرده این کاغذ، شیشتونگ جهنم مال منه. ببین هر کی خواست بده تو کلیسا، گفت چیکاره میخوای بری چی بخری، بهش بخری، اینجا من شیشتونگ جهنم مال خودم، من تو رو تو جهنم راه نمیدم، دانه چه بری بهش، اون هر چی میگه سلسش بیه به من بده، من میفروشم و این سند به تو میدم که تو جهنم نیایی. و ما میخندیدیم، آره مگه میشه مردمانی اینجور باشن، احمق باشن، یه همچی کاری بکنن برم بهش بخرم، بعد یه زیرکی پیدا بشه جهنم بخره، بعد یه معامله بکنه. میگه میشود. اون دکتر گلاسگوی ما، اون یکی دیگه متخصص ما، اون یکی شومن تلویزیون ما که خودش روشن فکر، گفتم یه دفعه به یارو پسر فروزنده، گفتم آقا خجاله بکش مرده سر، من و تو هیچی نیستی، شومن تلویزیونی. میفهمی معنی شومن تلویزیون یعنی چی؟ ما شو اجرا میکنیم، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. هر کسی در این شوش ویترین دکونش یه جوری میچینه، بر اساس سلائق علائقش میچینه. آقای میبودی شما روشن فکر نیستی برادر من، علی رضای نوری تو روشن فکر نیستی، تو یه مینیبسی روز نامی نیبسی، هیچی بیشتر از این نی. شاملو روشن فکره، هر کی شعر گفت یعنی روشن فکره. فرای سرکوهی خشنی نوشته بود به این مرد کیمیایی، بله من اون کیمیایی رو میشناختم، گوزها درست میکنه، اونو تقدیرش میکنم، این که ضیافت و فلان میسازه که من توفش میکنم، این که رفته در خدمت اون نشسته که من اینو توف بروش میندازم، که من چوبشو خوردم. هر کی که بهش نمیگی که روشن فکر، که تو عوضی گرفتی داستان، دیدی تو برنامه با الهه بقراط و اینا رو بحث روشن فکر مطرح میکرد، روشن فکر اینا آقای چیز میبودی دستم به دهانت دخیلتم برادر. این فروپاشی اقتصادی نیست حمید تورنتو. وقتی تو در تورنتو نشستی، پسر شاهین نجفی میاد تموشو در میره فایشو میده جلو مردم، به این نمیگن که این یک آدم روشن فکره، یک آدم انقلابه، این میگن آقا انحطاط در فرهنگ. این برادر هارونه، موساست، خیلی ناراحت بود از اینکه برادرش چی بود؟ حاتم
برادر حاتم هارون. گفت این حاتم خیلی معروف بود، به بخشش رو همه جهان میشناختن، خیلی معروف بود. این خیلی ناراحت شد که چطور معروف نی، گالا یه کاری میکنه که تا آخر جهان من رو بشناسن. رفت تو چای زمزم ششید. نمیشه که بدید تو چای زمزم بششی به خاطر شهرت. که شما اگه میخوای این کار بکنی باید تو اون بروشه بنویسی که پایان سورپرایز استرپتیز. مردم با خواست بیان تو، بدانن کجا میرون. این بهش نمیگن روشن فکری، این بهش نمیگن یه حرکت انقلابی، میگن یه حرکت حج. این بهش میگن یه کاری که میخواد معروف بشه، تن به هر چی میزنه. تو کجا؟ فریدون فرخزاد کجا؟ فریدون فرخزاد یه ملا بود، درس خونده بود، درس خوب خونده بود، ملا بود. آخه منم آلمانم دیگه، اونم آلمان بوده، منم آلمانم، اونم آواز میخونده، منم آواز میخوندم. اینجوری نیست که. اینش میگه فروپاشی فرهنگی. یه بزرگی برام تعریف میگرد امروز، میگو میدونی چطوریه؟ گفتم نه. گفت میخوای بری خیار بخری؟ بهت رادیو میفروشه. برمیگردی خونه میفهمی بابا من دنبال خیار بودم، رادیو خریدم، پس چی شد؟ میری سراغ یارو، میدونی بهت چی پاسخ میده؟ میگه سخت میگیری یا خیلی سخت میگیری. برو خدا رو شکر همینم بهت دادن. یه عزیزی مادرش رو دست داده، مادر پیرشو از دست داد، حرکت کرده رفته ایران. گفت 15 سال پیش پدرم که فوت کرد با مکافات آشنا پارتی بازی، یه قبر 2 طبقه براش خریدیم توی امامزاده تو شهر خودم. و مادرم که فوت کرد رفتیم تحویل گرفتیم و جنازه رو از بیمارستان تحویل گرفتیم و رفتیم به سمت قبرستون. سند و کاغذ و مدرکم بردیم و بودیم بفهم آقا این سند ماست، این ملک مال ماست، اینجا 2 طبقه هست. گفت یارو یه ذره جا به جا شد و گفتش از خارج اومدی نه؟ گفتم آره، ولی مادرم ساکن اینجا بوده، پدرم ساکن اینجا بوده، اینم خریدیم. گفت نه آقا، شما در اداره اوقاف نامه بیاری از اداره اوقاف. گفتم آقا پدرت خوب، مادرت خوب، مردم اومدن جنازه رو زمینه، نامه چی بره از اوقاف بیارم؟ این سند مال منه، اینجا ملک منه، شما به من فروختینش قبلا. و خیلی حرف میزنی ها، اگه میخوای جنازت کارش انجام بشه، میت تو زمین نمانه، بعد بری اداره اوقاف. گفتیم بابا مردم توی هوای کثیف اومدن، حالا چیکارشون کنیم؟ گفت رفتیم اداره اوقاف، مردم هم معطل. از این اتاق به اون اتاق، بالاخره با پارتی بازی گفت دایی داشتم، رئیس اونجا رفیقش بود. دایی گفت من میام میریم. گفت دایی که تازه رفیقش بود، رئیس اداره اوقاف، کلی علافمون کردن از این اتاق به اون اتاق. اون که آخر که رفتیم اونجا گفت آقا 40 میلیون باید بدی، شما اینو 15 سال پیش خریدین، این نرخ 15 سال پیش الان عوض شده. گفتیم بابات خوب، ننت خوب، ما اینو خریدیم، ما ملکو خریدیم، ما خونه رو قبلا خریدیم، 2 طبقه خونه خریدیم، خونه آخرتمون رو 2 طبقهشو خریدیم، شما 15 سال پیش پولشو اما گرفتید تمام و کمال، 1 طبقهشو استفاده کردیم، حالا طبقه دوم میخوام اساس بکشیم بریم طبقه دوم. شما اومدی به من میگی که نه باید بری از اون صابخونه قبلیه
صاحبخونه قبلی دیگه وجود نداره، او با رضایت خودش این سند رو امضا کرد به من فروخ، پوشم گرفته رفته. او ادعای چی شما چه؟ گفت اداره اوقاف، آقا اینجا اداره اوقافه، خیلی حرف میزنی. حالا به احترام این دایی اومده شد آقا محترمه، شما 10% به تخفیف میدین، 36 میلیون بدین. بابت چی 36 میلیون بدین؟ 10,000 دلار من الان کجا بیارم بدم؟ گفتم خب چه کردی؟ گفت هیچی، بلش کردم. اومدیم رفتیم این ور اون ور، یه قبرستون دیگه توی خرابه دیگه ای، اونجا گفتن که اینجا داریم، اینجا هم 2 طبقه است، دوباره باید 2 طبقه بخریم. گفت همون 15 سال پیش هم به ما 2 طبقه فروختن، گفتن 2 طبقه خوبه بخری، بعدا آره پدرت بعد مادرت اینا یکتون بالاخره استفاده میکنی. حالا گفتیم آقا دیگه ما کسی نداریم دیگه. گفت نه نه نداریم، یه 2 طبقه بعد بخری. 10 میلیون دوباره ازم گرفتن، یه 2 طبقه بهم دادن. گفت تو همین هیس و بیس مردم اسیر عبیر. گفت یکی اومد بهم گفت شیخ برو خدا رو شکر کن. گفتم چرا؟ گفت اتفاقا هفته پیش رفتی برای یه مراسم دیگه، عین شما بود ماجرا. وقتی رفتم اونجا به ما گفتن نه آقا نمیشه. گفتیم چرا؟ گفتم برای اینکه اینو یک مرده دیگه توش چال کردی. گفتیم خب قبل مال ما بوده، ملک مال ما بوده، ما خریدیم اینجا رو پولش. گفت خب حالا شما نبودین دیگه، سالها ما هست که نیومدین. گفتیم خب کسی توش نبوده که بیایم، خالی خریدیم، اینوست کردیم، سرمایه گذاری کردیم، اونو جلو جلو خریدیم برای موادا. گفت خب دیگه حالا دیگه کاری نمیشه کرد، اگه میخوای باید یکی دیگه بخری. این میگه انحطاط فرهنگیه دیگه. گفتش که این براش مهم نی، تو پول بده این میبره کنار عزت معصومش هم تو رو میخوابونه، کنار عزت رقیه هم تو رو میخوابونه، کنار عزت زینب هم تو رو میخوابونه، فرقی براش نمیکنه، تو پول بده. به این رفیق گفتم که خب تو چه کردی؟ و کاری نمیتونم بکنم. گفت تازه این اول داستانه. گفتم دومی چی؟ گالا خواستیم سوارشیم بیاییم، کار انجام شده، حالا میخواییم سوار هواپیماشیم برگردیم. اومدیم فرودگاه گفتن شما باید 75,000 تومان الان پول بدیم. گفتیم برای چی باید 75,000 تومان پول بدیم؟ گفتن عوارض جدیده. گفتم خب کی؟ کسی به ما نگفته که. خب ما داریم به شما میگیم. گفتم خب الان کجا بریم 75,000 تومان پول پیدا کنیم بیاریم؟ کسی ما ندیریم اینجا که. ما مادرمون فوت کرده، اومدیم مادرمون رفتیم شهر خودمون، مادرمون دفن کردیم، اومدیم تهران سوارشیم بریم. هیچ کی همراه ما نیست که. بانک؟ گفت بانک بسته. گفت پرواز از دست داد؟ گفتم خب تو چی کردی؟ گفت هیچ کاری نمیتونستی بکنی که دولت پول نداره، به طرق مختلف گوشت میگیره. این فروپاشی اقتصادی نیست، این فروپاشی فرهنگی، فرهنگ جامعه رو نابود کردی. دیدید، همه تون دیدید رقص شاهزاده رضای پهلوی، رقصی چشکالی نداره، پدری برای بچهش خوشحاله، جشن فارغ التحصیلی بچهشه، جشن گرفته و میرقصه، شادی میکنه، چشکالی داره؟ همه برقصن. رقص که چیز بد نیست که، رقص خیلی هم خوبه، خیلی هم زیباست، برقصید شادی کنید، چه چیز بدی داره؟ اما ولی که قربونه، یه بی اما ولی شو اگه داری برای ما برده بیا، نه با سرود ملی ایران، خیانت. فرزان نازنی گفت یادت هست فلانی
یه سه هفته پیش اینجا یه مراسم بزرگداشتی گذاشته بودن برای نویسنده محترممون آقای ایرج پزشکزاد، نویسنده درباره هارون رشید و اون یکی دیگه که معروف بود در ایران، سریال هم ازش درست کردن، دایی جان ناپلئون. گفت گرداننده برنامه، هنرمند معروف و مشهور ما، کسی که کاندیدای جایزه اسکار است، خانم شوره آقداشلو. رفت اون بالا گفت حالا یه آهنگ براتون پخش میکنم، همه باش خاطره دارید. گفت ما رو میگی؟ فکر کرده میخواد یه آهنگ از زندیات ویگن پخش کنه، یا شاید هم میخواد آهنگی از مرضیه برامون پخش کنه، شاید هم دلکش، شاید هم منوچه، شاید هم روانبر، همه خاطره داشته باشیم ازش. گفت یک وقت دیدم که گذاشت ای ایران، ای مرز پرگوهر. گفت وسط سالن بلند شدم گفتم زنی که پدر سوخته. همه سالن برگ. خجالت نمیکشی از خوده؟ تو فرق بین سرود ملی مملکت و آهنگ رو نمیفهمی؟ بعد دیدم شاهزاده میگه ای ایران، ای مرد پرگوهر. این بهش میگه انحطاط فرهنگ، این بهش میگه سقوط فرهنگی. مقدب میستن مرکه رئی جمهور آمریکا، شخصیت اول آمریکا، شاید هم شخصیت پرقدرت ترین مملکت جهان، اوباما رفته به اونجا فرانسه نورماندی دیده، داره سقوط فرانسه پخش میکنه، تمام دنیا فیلمش نشون دادن که چرا داری آدامس میجایی. چرا وقت داره سرود ملی من پخش میشه تو چرا آدامس میجایی؟ حیثیت شو ازش گرفته. اون میگه ای ای لا ای مرز پرگوهر. نه رقص چیز بدیه، نه پدری برای دخترش جشن فارغ التحصیلی بگیره شادی کنه امر بدیه، خیلی هم زیبا، اما نه این گونه که تو سرود ملی بزنی بعد بگی برقصی. زنی که پدر سوخته اونجا بگه که حالا یه آهنگ براتون میزنم همین باشه خاطری شیرین دارید، این آهنگ سروده و احترام کنی بفهم. اینا اینجا میخوری چجوریه از اینا میخوری؟ دکتر، آی دکتر، شما مملکتی نمیدونین که اصلا نوشته باشه سکولار دموکراسی. آره جاکش، آره رزل، آره مملکت اسرائیل یه مملکت دموکرات است، اما مملکت سکولار نیست. صراحتا میگوید دولت یهودی رو باید بپذیرید، دموکرات سکولار نیست. یهودی نباشی راه نداری. سواد نداری، بی سوادی، کم سوادی، شعر بگی ولی کم سوادی. اسرائیل رو نگاه کن، مملکت دموکرات است اما سکولار نیست. میگه دولت یهود رو باید بپذیری. نه بگی که عربه اونجا تو مجلس یه نماینده داره، داره که داره، در ایران هم کلمیه نماینده داره، زرتشتیه نماینده داره، اما دیدی خب نماینده هاشونو دیدی خب، میگه هیچ ایرادی نداره جمعه، خیلی هم خوبه برای اون، بله خیلی خوبه، نداره جمهوری اسلامی از این نماینده ها نداره، نماینده زرتشتی نداره تو مجلسش، نماینده فلان نداره تو مجلسش.
دموکرات است، ولی اسرائیلی مملکت دموکرات است، ولی سکولار نیست. انحطاط فرهنگ است، فروپاشی فرهنگی است. نگاه کن تمام بحثشون سر زیر شکمشونه. به نیت پنجتن پنج دفعه بکنید، به نیت چهارده معصوم چهارده دفعه بکنید، همین امشب شروع کنید بکنید. اینا حرفای تلویزیونشونه. بعد یارون پرسه 1100، بین 1000 تا 1100 یه رقم بگو، میگه 1333، 1555. این آدم ها رو میگن بهش جایزه آقای اون مرده عراقی، اسمش چی چیه، رئیس اتمیشو انومیشو صالحی، بهش به عنوان نخبه به جایزه داده در قزوین. میگه بیا عدد بین 1000 تا 1100 بگو، ویدیوش هست تو یوتیوب، دیدی 1000 دفعه، هم فلاحتی پخش کرد، همون یکی آنتن پخش کرد، همون یکی پسر کوسینی پخش کرد، همشون پخش کرد. میگه بین 1000 و 1100 یه رقم بگو، میگه 1555. این نخبه صالحی به جایزه داد به عنوان دانشمند نخبه، 10 تن برتره. سقوط دیگه. چرا سقوط کردی؟ علت العلل کدام است؟ تلویزیون میهن. یه بابش اینه، یه درش تلویزیون پارس، یه درش تلویزیون اندیش است، یه درش وایس آف امریکا است، یه درش اونه، یه درش اونه. میشه به یارو بگی که به دختره اسمش چیه، مسیح النجات، بگی اینو تو لندن قرص روانگردان خورده، بردن تو خیابون لخ شده، بعد مردم ها بهش تجاوز کرده. نگو اون یارو تو ایران، چرا اون ایران کاری نمیتونه بکنه، اون شک گرفته، خم شده است. اما تو که در خارج کشوری چی؟ ای ایران، ای مرز پرگوهر، این تو هم خارج کشور رهبره. به اسب شاه گفتی یابو، چرا یارو گفته رضا شاه تریاک میکشیده. دکتر جون، آقای دکتر، درد دیگه، درد 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 دریغا 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 دریغا. ای کاش ای کاش ای کاش قضاوتی 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 در کار در کار در کار. رود بر شام. خب ابلها مردا، عدوی تو نیستم، انکار تو هستم. ولی میگه آخونده میترسه. بعد برقه یه چیز دیگه میگیسه، اون یه چیز دیگه میگیسه، یه چیز دیگه میگیسه. خجالت داره بابا. جدایی دین از سیاست ممکن یا تخیل. جدایی از سیاست، نه حکومت یا دولت. سخنی بیمایه و عکس العملی خام طبعانه این روزها بر زبان و قلم بسیاری می رود. بفهمینم که بعد قصدشو بفهم. مینویسد جدایی دین از سیاست، البته نه حکومت یا دولت. سخنی بیمایه و عکس العملی خواب طبعانه روسا و زبان و قلم بسیار. رفیق این همین مقصودش، همین دمنیه که تو میگی نه. چرا میخوای ماسمالیش کنی؟ طبیعیه که هر انسانی صاحب دینه. هر انسانی رو کره زمین بری پیداش بکنی صاحب دینه، دین روش منش، صاحب منش است دین در لغت. قصدش همینه که تو گفتی که نه، حالا چرا اومدی توجیه کنی؟
زمانی که عقده دلخواهی کردن است و کلام عوامانه نیازی به توجهی نیست. اما وقتی در برنامه معتبر و سنگین پرگاه سردبیر سایت اخبار روز آقای فعاد تابان و عضو هیئت اجرایی جبهه ملی خارج از کشور آقای همایون مهمنش، من نمیدونم آقای همایون مهمنش واقعا، من چند بار با ایشون اوایل مصاحبه کردم، واقعا ایشون عضو هیئت اجرایی جبهه ملیه؟ ببین وقتی یارو چالنگی تو برنامهش میگه تو بله دوره مصدق این کسروی رو کشته، مصدق اصلا دوره، نری با پشت دست بزنی تو دهنش که ای آبروی منو بردی، آبروی هرچی هفلنگ و چارلنگ بردی، آبروی هرچی لره بردی، آبروی هرچی بختیاری بردی، اصلا چرا دروغ میگید؟ چرا خلط میکنید تو مطلب؟ کسروی 1324 زدش، مصدقی در کانی؟ این سخن بی‌معنی را جلوی دوربین میگویند، نمیتوان آن سان از آورش، به ویژه که در هر دوباره روشن کنند، هر دو بارها روشن کنند که منظورشان جدایی از دین از سیاست است، نه از حکومت یا دولت، که مورد قبول شخصیت دیگر این جمع که از بزرگان طیف ملی مذهبی ها بود، یعنی آقای رضا علیجانی. اینکه مدعیان این شعار عموماً دین را نمی‌شناسند و از نقش‌ها و کارکردهای آن بیگانه‌اند جای شگفتی نیست، اما اینکه این افراد سیاست را هم نمی‌شناسند جای شگفتی است. نه آقای برقی، من تو رو دوست دارم، نمی‌داند. درد جامعه ما همینه، کم سواده، نه اینو بلده نه اونو بلده. نگاه کن به همین نواری که عباس خورسندی، وفای آذربهاری تو وایس آف امریکا یه گزارشات اقتصادی تهیه میکرد، از این وبسایت از اون وبسایت خبر رو در میورده، پشت هم میچیده یه گزارش اقتصادی میداده، میگفته بر اساس سایت فاس نیوز اینطوری گفت، سایت عصر ایران اینطوری گفت، گزارش بانک مرکزی در سایت فلان اینطوری گفت. این که خودش که اهل تحقیق مطالعه نیست که، وفا که باید رفیقمونه که. عباس خورسندی، حسن اعتمادی برن بشینن تو برنامه چالنگی راجب چی حرف بزنن؟ وضعیت اقتصاد ایران خجاله داوره بابا. بعد به قول رفیق من میگفت خبر رو میگه مال 3 سال پیشه، اصلا به روز نیست، نمیداند. گمش کردم، نمیدونم کجا گذاشتمش.
یه چیزی بود آقای میهودی، علی رضای نوریزاده نازنین، خدا رحمت کنه آقای نوریزاده، چه پدر نازنین داشت آقای نوریزاده. میگی دموکراسی اصل رضا محمد رضا شاهیه، یعنی تو اصلا معنی دموکراسی رو بلد نیستی. میگه چرا اسیسی نداره ارتش ایران، چرا اون دوره اسیسی نداره؟ برو از محمد رضا شاه بپرس چرا اسیسی نداشته. آخه حرف یارو گنجی گفته بری بپرسی اونا رأی میده اینا، معلومه رأی نمیده، 35 ساله داره کتایی میکنه. مصری ها یه سال زود فهمیدن، اونها جلوش گرفتن، آقا این داره کج میبره ما رو، ما نمیخوایم مثل ایران بشه. گنجی هم به دروغ میگه، اونم فهمیده نمیخواد مثل ایران بشه. نامه سرگشاده دکتر کریم سنجار، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر به محمد رضا شاه پهلوی در 22 خرداد 1356، چه روز باشکوهی هم 22 خرداد، یعنی 20 ماه قبل از انقلاب بهمن، روز پرشکوه 22 خرداد، پیشگاه اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی. فزایندگی تنگناها، آی میهودی گوشت به من بده، علیرضا نوریزاده گوشت به من بده، آی چالنگی گوشتو به من بده، گوش بده یه چیزی یاد بگیری. زندگی غیر از خور و خواب و شهوت است، زندگی معنای دیگر دارد. پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. فزایندگی تنگناها و نابسامانی های سیاسی 20 ماه قبل از 57 است، قبل از انقلاب پرشکوهمندش به قول پیرگدای خراسانی. فزایندگی تنگناها و نابسامانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضا کنندگان زیر بنا بر وظایف ملی و دینی در برابر خلق و خدا، با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکان داشته باشد نمی شناسیم، و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سیاستها و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند، این مشروعه را علارغم خطرات سنگین تقدیم حضور می نمایی. در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفت. 20 ماه پیش از انقلاب، خرداد 56، هنوز هویدا سر کاره، هنوز آموزگار نیامده است، هنوز تقویم شاهنشاهی حزب رستاخیز حزب رستاخیز، هویدا سر کار است، نخست وزیر محبوب است، هنوز شرایط اینه. آقای میهودی تو رادیوه، آقای فلانی تو رادیوه، تلویزیونن، همه جا هستن.
ساواکی ها بهنود و اینا همه اون تو هم چی ساواکیه تو رای تلویزیونه. نمیشه تو بگی که آقای چالنگی، تو بگی که بله خب کسری در اصل مصدق بوده دیگه. کله پدر مصدق اصلا، جد آباد مصدق هرچی نبدتر. ولی چرا دروغ به مردم ها میگید؟ چه قصدی داری؟ واسه 100 دلار یه هب شیره بهت بده؟ جهل نکنید، تحریف نکنید تاریخو، نکنید این کارا رو. زشته، دروغ. چرا تا قبل بعدم که میخوای بره بزید تو قبل، تازه یارو میاد میگه برو اداره و اوقاف 10,000 دلار بده. که مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفته، در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می شود که مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفته، همه جریان ها به بن‌بست کشیده شد، نیازمندی های عمومی به خصوص خاربار و مسکن با قیمت های تصاعدی بی نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گرانبهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب سفید ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت های پلیسی به حد اکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است. فهمید چرا انقلاب شد بچه؟ چرا اسیسی ندرشته ارتش ما؟ چقدر ما بیچاره؟ برو از محمد رضا شاه بپرس، برو از شهبانو فرای پهلوی بپرس. شوفر یارو، نه خود یارو، شوفر پرویز ثابتی تو کفاشی شال جردن تو خیابون قائم مقام اسلحه کشی زد یارو رو کش. شوفر یارو بوده، خود پرویز ثابتی نبوده. هم کاری که اینا میکنن، پسر فلاحیان اسلحه کشی زد افسره رو کش، با پسر حسن روحانی دوتایی با همدیگه بودن، چون اینا لباس زمانه پوشتن شبا بدن تو خیابون، یه ای بودن بیچاره ها، چه گناهی داشتن؟ ژنشون اینطور بوده، طبیعتشون اینطور بوده. سوار ماشین شدن در رفتن، رفتن شما تصویر کردن، پلیس گرفتشون، بدون پسره بردن دادگاه، پسره خودکشون ننش، پسر آقای روحانی. برنامه های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت های پلیسی به حد اکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده. 1,000,000 امروز نبوده ولی بوده، علت انقلابش این بوده.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده ها و ادعای پایان ناپذیر و گزافگوی ها و تبلیغات و تحمیل جشن ها و تظاهرات نارضایی و ناامیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند و دست به کارهایی می‌زنند که دستگاه حاکمان را خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت می‌نامند. این همون خط یکه، هم میدون فوزیم برده تا دوبخونه، از اونجا شروع شده، این ادامه همون مسیره، به اینجا رسید. آدم ها میرن، ملیه محمدی میره خودشو معرفی میکنه، میگه مادم برم زنده، اون یکی میگه میام زنده، اون یکی میگه بریم زنده، اون اهل فتنش میدامد. این خودش رو در حقیقت یه کار فداکاری و شرافت اسمشو میذاره. این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست. مدیریتی برخلاف نص سری قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است، در حالی که نظام شاهنشاهی خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ ایران می باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریفی قانونی گردیده و در قانون اساسی و متممان حدود یعنی حقوق سلطنت بدون کوچکترین ابهامی تعیین و قوای مملکتی ناشی از ملت و شخص پادشاه از مسئولیت مبرا شناخته شده است. در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما، اداره امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانه تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکان پذیر می شود. این مشروحه سرگشاده به مقامی تقدیم می گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرمودن و کلام شاه است: نتیجه تجاوز و آزادی های فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش میگیرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگی ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسان ها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است. اگه اینو بلدی چرا خوابت نبرد پس؟ و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده رفع عیب به وسیله هفتیر نمی شود و بلکه به وسیله جهاد اجتماعی می توان علیه فساد مبارزه کرد. بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری هایی که آینده ایران را تهدید می کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند. 22 خرداد 1356، نه هنوز داستان پسر پرخور چلو کبابی خمینی دجال دروغگو مرده بود که براش مجلس فاتحه، هیچ این اتفاق نیفتاد. 22 خرداد 56، دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر. فهمید چرا انقلاب شد؟ حالا نه گوادالا پی در کاره، نه اینی در کاره است، نه اونی در کاره، علتش اینه. این علتش اینه.
بله، همونطور که گفتم فردا بخش نخست از سری پرسش و پاسخ‌ها یا هیرینگ در حقیقت بهش میگن. An Iranian regime's pursuit of nuclear weapons، در دسترسی به سلاح هسته‌ای، و همچنین the Obama administration ongoing nuclear negotiation with Tehran، این داستان دنبالدار مذاکرات هسته‌ای با تهران. At the first hearing tomorrow at 10 a.m. the hearing entitled verifying Iran's nuclear complaints. توضیح باید بدیم. پس بنابراین ما فردا این رو برای شما پخش خواهیم کرد. شرمت باد. ایرانی ها از عرب ها نفرت دارند یا از اسلام؟ اینو دوباره آقای عبدالرحمن راشد سردبیر از شرق و روسط رئیس نوریزاده می نویسه. اکثر ایرانی ها به همدردی با فلسطینی ها شهرت دارند، همچون بسیاری از ملت های جهان که هیچ رابطه دینی یا فرهنگی یا منطقه با یا فرهنگی با منطقه عربی ندارند. مسئله فلسطین مسئله ظلمی است که علیه یک ملت کامل روا شد، ظلمی که دههای درازی به طول انجام. من از صحت نظرسنجی هایی که در کشورهای بسته صورت میگیرد آگاه نیستم، اما اگر این نظرسنجی ها یعنی روزنامه نیویورک تایمز که میگوید ایرانی ها کمتر با فلسطینی ها همدرد هستند و بیشتر به اسرائیل تمایل دارند صحت داشته باشد، حتی اگر نسبت اختلاف میان دو گروه بسیار کم باشد، دریافتن دلایل شرایطی که ایرانی ها را از لحاظ عاطفی به اینجا رسانده چنان دشوار نیست. از زمان آغاز جنبش سبز که طی آن ده‌ها هزار ایرانی علیه دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین به خیابان‌ها سرازی شدند، شعارهای علیه نظام شنیده می‌شود که در خیابان‌ها سر داده می‌شود. اعتراضی علنی علیه حمایت ایران از حزب الله لبنان وجود داشت، گروهی که نزدیکترین طرف به نظام تهران به شمار می‌آید، تشکیلاتی که زاده و پیرو ایران است. پس از آن جنگ سوریه آغاز شد. اعتراض های صریحی به سیاست دولت روحانی در کمک مالی بزرگ به سامانه دفاعی نظام بشار اسد و همچنین اعزام ایرانیان برای جنگ در سوریه شنیده شد. مثلا حالا باز یاد آمد میونه حرفا، آقای چین مهدی کی اسمش؟ نه مهدی فلاحتی، یک مهدی دیگه اسمش چیه؟ مهدی چی؟ این که راجب آخوندی حرف میزنه پیروز تو برنامه فلاحتی بود، میگه که وقتی راجب این بودجه ها اون مرده صادق زیبا کلام نوشت که 15 سازمان دارید که اینا از اول انقلاب داره پول خرجش میکنی، هزینه میکنی، اینقدر میبری اون وقت میاری، ولی یارو پسره میگه من اصلا نمیدونم. تو که با این دستگاهی، تو که رفیق داری اونجا، خب بگیری بگو آقا این یه صورت بودجه رو برای من بفرست من بخونم. هست رو اینترنت نگاه کن، بخون بودجه رو، بخون به ردیف بودجه رو، بخون ببین کی به چی چقدر داده. همش اینطوره، همش از این ور اون ور میزنیم، همش از این ور به اون ور میریم و همجوری حیران و سرگردان بیچاره مردم ایران. حمید دهباشی تو سایت جرس گفته آقای خامنه‌ای توان کنترل تغییرات ساختاری رو نداره. از عجایب شیخ ما چه عجب. گفتم میدین کامبیجون آخه من بعد میرفتم رأی میدادم تو بگم رأی من کودیگه. کامبیجون من بعد میرفتم رأی میدادم تا بعدم میگفتم کامبیجون رأی من کو. شما اصلا تصور بکن کسی میدونست اون روز که فردا این اتفاق میفته؟
هیچ اصلا قرار این بود، قرار این بود که بیان تو خیابون، بعدا اون به اون رأی ندن، اون به اون بگه آره، اون بگه نه، بعد اینجور بشه اونجور بشه، قرار این بود؟ پیغمبر بودی؟ پیغمبرتون سعید بهبهانی بود، همه تون اومدی گفتی همین تحلیل همین سردار پاسدار رو دادید و درستن تحلیل دارید تصادفا، چون تحلیلتون منطبقه به تحلیل اونا بود. علی افشاری خدا بیامرز، مرداد، دکتر مرداد مشایخ، اردمش رو همین صفحه تلویزیون میان تیوی باشون شرط بندی، رو همین صفحه تلویزیون $1 به $10 باشون شرط بستن، گرچه که پولمو ندادن، حلالش باد. مرداد که از میان ما رفته، علی افشاری هم که بخیر. گفتم این انتخابات دو مرحله نی، یه مرحله ای تصادفن، برای اولین بار یه مرحله ای، اونم آقای فلانی برنده میشه، از تو این صف اینو میکشنش بیرون، خیال راحت راحت بشه. گفتن نه، تحلیل ما اینه، دو مرحله ای، در مرحله دوم هم آقای فلانی میشه. بفهمین شما. سلام آقای بهبهانی، آرش هستم از سوئد. خوبی شما؟ خیلی ممنون آقای آرش، بفهمید. صدای شما بسیار عالیه، بفهمید، گوش میدیم. من یه سوال داشتم از شما آقای بهبهانی، میخواستم ببینم شما آقای صادق زیباکلام رو چجوری میبینید، هویت سیاسی ایشون رو، کلاً عملکرد ایشون رو الان در حال حاضر تو نظام چجوری میبینید؟ چون نظام ایشون رو یکی از روشنفکرهایی که تمایل به حساب متمدن بودن نشون دادن و از این صحبت آزاره، مثلا میرم شما این چجوری میبینید؟ من نظرم رو در موردشون فهمیدم چیه داستانش، ولی میخوام برم شما چجوری میبینید. خیلی خوشحال میشم اگه بشنم شما یه بسیار از شخصیت سیاسیشون، نقشیشون در نظام الان برای من اگه توضیح بدید، من خیلی ممنون و متشکر میشم. بچه حتما، مرسی بابا، قربانت آقای آرش. عرضم به حضور شما که نمیخوام زیاد از مطلب دور بشم آخه. من قبلا گفتم، قبلا اینا رو تعریف کردم، 1975 پشاس اینجای دور سر ما میچرخه، 1974 75 این دوران است. دیوید اوئن وزیر خارجه است، دولت انگلستان، دولت آقای جیمز کالاهان است. ایشون دانشجوی رشته هم شیمیه، چیه، در دانشگاه برمنه در ایالت یورکشایر در انگلستان. تابستون به ایران میرود، سواک اینو میگیردش. آقای دیوید اوئن در به در این ورور میزده، تقلا میکرده که یکی از رفقای نزدیک شاه رو پیدا بکنه و از محمد رضا شاه پادشاه ایران بخواد که این دانشجوش رو رها کنه. ما همیشه پرسیدیم که این دانشجو کی بوده که وزیر خارجه انگلستان در به در به دنبال یه رفیق شاه میگشته تا این دانشجوش رو آزاد کنه. من همینقدر در مورد آقای زیبا کلام میگم، همقدر بلدم ازش، دیگه بیشتر از این بلد نیستم. این کی بوده؟ دانشجوی رشته شیمی بوده، اونجا بوده. حالا چرا اینجا الان جامعه شناس درس میده، علوم سیاسی درس میده، اونم در تحیرم. رشته مهندسی بوده، دانشجوی رشته مهندسی بوده. کی بوده که دیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان در بده دنبال یه آشنا میگشته که رفیق شاه بشه، این دانشجوشو خلاص کنه؟ من اینقدر ازش بلدم، بیشتر بلد نیستم. بذارید رنگی بکنیم برمی گردیم. باز بذارید خارج از موضوع میشه، ولی چه بکنم. یادتونه هفته پیش یه مطلبی براتون گفتم که اینها مشغول یه کارایی هستن، یعنی یه نوع دارن یه دو آدم ها رو فرستاده آقای اوباما به مملکت. از مسعود نازنینم ممنونم، گفتش که اسمش هست مهدی فلاحالدین،
دوباره ما عوضی داریم میگیم. مهدی چرا اینجوری میگه؟ مهدی خلجی. ممنون هستم. مهدی خلجی. مهدی خلجی. اگه خاطر باشه گفتم که اینا خبرایی است که شما نمیشنوی جای دیگه برادر. چرا که اونا الان حواسشون اصلا نیست، اصلا به بازی نیستن. اونا دنبال اینن که ثابت کنن که چرا در ارتش ما یک نفر جنرال السیسی نداشت. حرفای چرت، حرفای بیخودی. چرا دایی من عمم نبود، چرا عمم خالم نبود، از این حرف هاست. اینا تو همین سطح حرف زدنه. چه دوران خوبی بود و اینا. اگه خوب بود چرا به این فلاکت افتادی؟ خبر اونه که مملکت قابوس چیه عمان، گفتیم که همین آقای برنز، آقای جک سلیوان اینا رفتن با نمایندگان آقای خامنه‌ای دارن گفتگو میکنن. در کجا؟ در عمان. در حالی که اینوریا داشتن با اینوریا مذاکره میکردن. امروزم خارج از چارچوب مسائل هسته‌ای و پنج به اضافه یک و اینا، دوباره این سه نفر، یعنی خانم وندی شرمن، آقای برنز، ویلیام برنز، این همونه که اول بار مذاکره رو شروع کرد تو بغداد. بعدم ایرانی‌ها خیلی امیدوار بودن امروز که بله این آقای خیلی خوبه، اگه آقای بیاد میشناسه مسائل، آگاه فلانه اینا. سه روز دارن راجبش بوق میزنن. امروز خانم وندی شرمن، آقای جک سالیوان و آقای ویلیام برنز رفتن نشستن خارج از پنجره اضافه یه با اینا حرف زدن. وقتی از در الان اومدن بیرون هیچ با خبرنگارا جواب سوال نکرد. گفتن قیافش خیلی برافروخته و عصبانی بود. این مذاکره ادامه خواهد داشت. اینا رو برو بگرد ببین که برات میگه دکتر جون، برات میگه دکتر جون، آی دکتر، نه اون علی جون میشه آقای دکتر، از علی جون میشه آقای دکتر. یاکوف امیدوار، فورمر نشنال سیکیوریتی کانسل هد، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل آقای یاکوف امیدرو گفته که the US will remain Israel irreplaceable ally but not the US nor anyone else will replace Israel if there is a need to use force. In the US are willing to accept almost any agreement with Iran. For them, the agreement itself is more important than the content, because it will do away with the need to use forces. میگه برای آمریکایی مهم اینه که فقط توافق امضا کنه، مهم نیست که کانتنت توافق چی باشه. Israel will need to stand alone to prevent Iran from acquiring nuclear weapon capability. میگه اگه حتی به نقطه رسیم اسرائیل به تنهایی میره مبادرت میکنه به توقف ایران از توانایی هسته‌ایش رو متوقف میکنه. چه میدونی که بحث بر سر اینه که اینا و عربا، یعنی اسرائیل و این یکی دیگه عربستان سعودی و اسرائیل، معتقدن که ایران نیاز نداره، ایران 2-3 هزار تا که داشته باشه سانتریفیوژ کافی شه برای کار تحقیقاتی میخواه بکنه، اینا بازی میخواه بکنه، اینا اب نداره، ولی بیشترش نمیتونه بکنه. اون میگه 8800 تا داره فعال میگرده، 11000 تا هم داره که از نوع جدیده، اونا هنوز کار نیفتده، کپش کرده، میگه کپ فایده نداره، اونا رو بایستی که دیسمنتل کنی. این 8800 تا رو هم بکنی 5000 تا، اسرائیل عربستان میگه 5000 تا زیادش،
2000 تا 2500 تا دیگه مکسیمو خیلی بشه اتفاق کنیم 3000 تا. کجا بودیم؟ برگردیم به عبدالرحمن الراشد. ادامه میده عبدالرحمن الراشد که از زمان آغاز جنبش سرکته آن ده ها هزار ایرانی علیه دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین به خیابان ها سرازی شدند، شعارهای علیه نظام شنیده می شود که در خیابان ها سر داده می شود. اعتراضی علنی علیه حمایت ایران از حزب الله لبنان وجود دارد. گروهی که نزدیکترین طرف به نظام تهران به شمار می آید، تشکیلاتی که زاده و پیرو ایران است. پس از آن جنگ سوریه آغاز شد. اعتراضهای سریع به سیاست دولت روحانی در کمک مالی بزرگ به سامانه دفاعی نظام بشار اسد و همچنین اعزام ایرانیان برای جنگ در سوریه شنیده شد. در ایران جریانی کلی به وجود آمده که دشمن نظام و سیاست‌های آن است. جریانی که با چشم‌پوشی از طبیعت مسائل پیش آمده با سیاست‌هایی در پیش گرفته شده مخالفت می‌کند. توده‌ای از روشنفکران ایرانی وجود دارند که با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج مخالفند. البته آنها میان شعار و حقیقت سیاسی تفاوت قائل هستند. خون ایرانی همواره برای گروه‌های شورشی مخالف تشکیلات خودگردان فلسطین جوشیده است. سیاستی که در دایره رقابت میان ایران و محورهای عربی و منطقه‌ای می‌چرخد. ایران از حماس، جهاد اسلامی و حزب الله در چارچوب فعالیت‌های حمایت می‌کنند که به طور مثال هدفش متوقف کردن مذاکرات با اسرائیل است. اما این جایگزین نظامی یا سیاسی دیگری برای ملت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی مطرح نمی‌کند. این نوع حمایت‌ها اما اسرائیل را تحریک نمی‌کند و آن را به سوی انتقام‌گیری از ایران سوق نمی‌دهد، بلکه تخریب هر گونه روند سیاسی و رها کردن منطقه در قلیانی با درجه حرارت بالا برایش کافی است. به کارگیری بهانه‌هایی که از جمله مقابله با اسرائیل و دفاع از اسلام برای سرکوب روشنفکران در ایران یا دلیلی برای توجیه شکست اقتصادی داخلی شهروند ایرانی را به آنجا سوق داد تا خود این بهانه‌های رژیم را مورد انتقاد قرار داد. این بهانه‌ها برخی را نیز به موضعی کینه‌جویانه رهنمون کرد که ضرورتاً تعبیر کننده یک برنامه سیاسی حقیقی در دشمنی با فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها نیست. سخن گفتن از افزایش کینه ایرانی‌ها از عرب‌ها همراه با برداشتی است که از افزایش نفرت ایرانی‌ها از خود اسلام حکایت دارد، دینی که اکثر مردم ایران پیرو آن هستند. از سوی با توجه به اینکه نظام ایران از دین استفاده ابزاری می‌کند و برای توجیه در دست گرفتن مقدرات کشور و حکمرانی دیکتاتور معاونش لباس دین به تن کرده، برخی را با آنجا سوق داد تا نفرت خود را از روحانیون دینی که بر کشور حکومت میکنند و فساد میان آنها گسترش یافته ابراز کند. ناکامی نظام و ناتوانی مردم باعث میشود هرچه که با چهره رسمی کشور ارتباط دارد منفور شود، آن هم پس از دهه 80 قرن گذشته که اسلام در ایران شاهد شکوفایی بی سابقه‌ای بود و مردم کشورهای عربی تمایل شدیدی به آن ابراز می‌کردند. سالها گذشت و دین و مسائل مرتبط با آن به دلیل نفرت مردم از نظام منفور شد. با وجود اینکه اکثریت ایرانیان نمی‌دانند که اکثریت مردم کشورهای عربی با آنها در نفرت از نظام اسد و گروه‌های سوجوی همچون حزب الله و حماس هم مسیر هستند. اینم از آقای عبدالرحمن الراشد که نتیجه می‌گیره که اینا به خاطر رفتار این دین و به خاطر رفتاری که این نظام فاسد داشته به حال از دینشون منزجرند. برشون میاد از دینشون. اما این مطلب دیگری هم بود، ما این مطالب رو میذاریم و یادمون میره و همینجوری پشت سر هم میماند، تلمبار میشود در حقیقت.
سعید نازنین، با درود با خودم گفتم شاید ندیده باشید، برای دم خروس دیگر را میفرستادم درباره آماده کردن مردم برای کودتای سپاه به دقیقه 9 به بعد تفسیر خبر پرویز قاضی سعید گوش بده که میگه فاجعه ادامه خواهد داشت مگر اینکه از میان سپاه پاسداران فرد وطن پرستی بلند شود با قدرت تر رضا شاه که بتواند به این بساط امروزه خاتمه بدهد. این هم زمانی امکان دارد که شما مردم که بعد هم نسخه پیچه که چطور باید بچه خوبی باشیم که لیاقت این کودتا رو داشته باشیم. در مورد دورمانی و اندیشان در انتهای برنامه کاوه آهنگر عرفانی و افتخاری به دقیقه 1:24 به بعد که گوش کن، باز هم اشاره دیگری شد. به دقیقه 1:24 به بعد گوش کن، در مورد کمک به برخی تلویزیون ها میگه به اونها کمک میکنن و یا مسئول پولهای رفسنجانی شون میکنن در کانادا. در جای دیگه هم در مورد برنامه سازهایی که با نایاک کار میکنن دکتر عرفانی صحبت میکنه. از حسن دایی گرامی درخواست کن که اگر اطلاع داره افشاگری کنه، این افتضاحات رو باید به گوش مردم رسان. هفته خوبی داشته باشی. ممنونم از تو نازنین. چشم. خب معلوم بود، یعنی اینکه ما اینو دیدیم، پسره تو همون تلویزیون اندیشه تصادفا اون اسم چیه فرامرز فروزنده یه بار حسن دایی رو برد، بعد این پسره رو برد، اسم چیه اون یکی نایاکی، اسم چیه پارسی، تیریتای پارسی، اینو آورد گفتش که بله آقا شما. بعد یهو عکسای برادر و خواهر حسن دایی رو گرفت، اینا مجاهدن تو کمپم داخلین وار به قول همشهری. چه ربطی به موضوع داره؟ یه برنامه یه طرفه. اینی از اینجا میخوری رفیق، از تلویزیون میهن شروع میشه تا به تلویزیون عمرو زید میرسه، از اینجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه، از اینجا کتک میخوری. بذارید چند تا ویدیو با هم ببینیم. حالا اونایی که بعدن تو تکرار میبینن خب بیان برنامه رو زنده ببینن. من چیکار کنم؟ دو عماش بود و خاله ها اینا رو میدید. بعد چون معمولا خانواده ها میرفتن خواستگاری، دختری رو هم که برای این آقا میگرفتن از چه تیپی بود؟ پس خودشون بود دیگه، یعنی به طور طبیعی وقتی من برم واسه پسرم خواستگاری. اینه بهش میگه انحطاط فرهنگی، اینه بهش میگه سقوط فرهنگ. همه اینا رو دیدی؟ هزار تا از اینا هست. اینا بهش میگن سقوط فرهنگی. این یه پاشم ماییم، یه پای این داستان ماییم، یعنی از تقصیر خودت نگذر، به خودت آسون نگیر، یه پاشم مای، یه پاشم ما هست، تقصیر ما هم هم. گزارشی از سمینار خواسته های ملت از قانون اساسی، کاری از دکتر محمد رضای روحانی. نعمت نقد. سرافرازم که به مناسبت بزرگداشت پیشکسوت ارجمند وکلا و حقوقدانان ایرانی جناب صارم الدین صادق وزیری گزارشی کوتاه درباره بخشی از فعالیت‌های وکلا و حقوقدانان ایران فراهم آورم. این گزارش کمبودهای فراوان دارد. اولین آن بضاعت ناچیز صاحب این قلم است. مهمتر آن که کسی که تجربه و آگاهی تاریخ نگاری ندارد باید بردباری و فروتنی به خرج دهد و کار را به اهل صلاحیت بسپارد. شوربختانه اگر صاحب اطلاع و صلاحیت هم می بودم، اسناد کافی در دست ندارم. اگر این اسناد هم فراهم می شد، وقت لازم در اختیار نداشتم
به هر حال فکر میکنم تر این مسئله هرچند غیر حرفه‌ای همراه شتاب زدگی و کمبود اسناد مختصر باشد، بهتر از آن است که در بوته فراموشی بماند. وجود ناقص به از عدم است. باشد که پژوهشگران شایسته و آزموده با در دست داشتن مدارک معتبر، اطلاعات کافی و فرصت لازم به تحقیقاتی ارزشمند در باب نقش وکلا و حقوقدانان ایران در اعتلا و پیشبرد خواسته های تاریخی و به حق ملت ایران بپردازند. ناتوانی ها و نیرومندی های فکری و عملی آن را بشناسند، روشن کنند و با آیندگان بیاموزند تا همکاران جوان ما از نیک و بد آن آگاهی یافته و بهره‌مند شوند. از دوستانی که حوصله خواندن این گزارش را دارند خواهشمندم مرحمت کرده و برای تکمیل آن کمک کنند. البته بیش از همه آنانی که در آن مبارزات حضور داشتند و خاطرات یا اسنادی دارند که می تواند نقایص فراوان این گزارش را کاهش دهد. سپاسگزار خواهم شد تا به هر نحوی که مصلحت می‌دانند نویسنده را راهنمایی کنند. همه آدمیان نیازمند نعمت نقد هستند. برگ سبز. از فرصت بهره می‌گیرم و این گزارش را تقدیم می‌کنم به حقوقدانان و وکلایی که به دلیل اعتقادات خود یا انجام وظیفه وکالتی در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان توسط رژیم خونریز ولایت مطلقه فقیه به قتل رسیدند، به آنانی که گرفتار رفتارهای سبانه، شکنجه و زندان‌های ارتجاع مسلط بر وطن ما شدند، به همکاران بزرگواری که هم اکنون در بند ددمنشان حاکم زجر می‌کشند، به مردان و زنانی که تحت پیگرد این درندگان هستند، به آنانی که ناگزیر میهن، شهر و دیار، خانه و کاشانه، خانواده و خویشاوندان، دوستان، حرفه و همکاران خود را ترک کرده و به تحمل رنج جانکاه تبعید تن در دادند. به استاد بزرگوارم جناب صادق وزیری که در این سالهای دراز و سیاه به همه یاران خود درس بردباری و دفاع از اصول را آموختن، یاد یاران. شایسته است از دو رئیس دوره 19 هیئت مدیره کانون وکلا نام ببرم: زنده یادان حسن نزی و عبدالحمید اردلان. رؤسای این دوره کانون وکلا بودند. مرحوم حسن نزی به دلیل انتقادات سریع خود به جمهوری اسلامی آماج کینه‌ورزی رذیلانه شخص خمینی قرار گرفت. برای حفظ جان و آزادی خود ناچار به تبعید تن در داد و پس از سالهای سیاه و دراز تبعید ما را ترک کرد. مرحوم عبدالحمید اردلان پس از تحمل زندانی جانفرسا در حالی از حبس رها شد که مشرف به موت بود. رئیس پاکدامن و نجیب ما را به خانه‌اش اعزام کردند تا در آنجا جان دهند. دشمنی آدمکشان حاکم بر وطن ما علیه برگزیدگان و معرفی کنندگان وکلا ایرانی نتیجه مستقیم پایبندی آنان به تعهدات وجدانی و انسانی آنها بود. پیام و بیانیه کانون وکلای دادگستری در هفته اول سلطه خمینی نشانگر شأن حیثیت انسانی و شجاعت اخلاقی اعضای دوره 19 هیئت مدیره کانون وکلا است. بیانیه کانون وکلای دادگستری به مناسبت سال روز استقلال. استقرار حاکمیت واقعی مردم محتوای کلیه قیام ها و جنبش هایی است که ملت قهرمان ما از 100 سال پیش تا کنون نهال آنها را با خون بهترین و دلیل‌ترین فرزندانشان آبیاری کرده است. پیشگامان این جنبشا از آنجایی که برای آزاد کردن آحاد و افراد مردم ایران از زنجیرهای گوناگون ستم به پا خواسته بودند، اعاده حیثیت واقعی انسان ایرانی را والاترین هدف و وظیفه خود قرار دادند.
آنان با روشنبینی و درایت نیک می دانستند که استقرار آزادی حکومت واقعی مردم وقتی میسر است که حقوق انسانی فرد فرد ملت ایران محترم شمرده شود و ایرانی واقعا احساس کند که صاحب اختیار خانه خیش است. برای به کرسی نشاندن این خواست برحق چه بسیار خانمان ها برباده و چه انبوه جوانان و مردان زنان ایرانی در طول سالیان دراز شربت شهادت نوشیدن و چه مردانه چندین نسل پرچم پر افتخار مبارزه را با نثار جان و هستی خیش به دوش کشیدند و به نسل‌های دیگر سپردند و امروز چه افتخارانگیز است پرچم خونین مبارزه نسل‌های ما که پیروز مردانه در پهنه ایران در اهتزاز است. ایجاد قوه قضاییه مستقل و قوی به مثابه عامل مهم استقرار حاکمیت واقعی مردم از اوان انقلاب مشروطیت به درستی یکی از اهداف پیشگامان انقلاب مشروطه بود و این خواست با پذیرفتن و تصریح اصل تفکیک قوا و شمول اختیارات محاکم عدلیه در قالب قانون ریخته شد. دشمنان مردم و دشمنان حکومت واقعی و استقرار آزادی همواره تضعیف قوه قضاییه را به عنوان شرط اصلی پیروزی توطئه‌های ضد مردمی و ضد آزادی ارزیابی می‌کردند. هر یورش عوامل استعمار و ارتجاع به مردم و حقوق ملت ایران توأم با یورشی به پیکر قوه قضاییه بود. استقرار سلسله قاسم پهلوی که محصول توطئه کودتای استعماری علیه جنبش آزادی بخش مردم ایران بود، یورش‌های مکرر به قوه قضاییه را به دنبال داشت. عوامل این رژیم آگاهانه هر روز شاخه‌ای از درخت تناور قوه قضاییه مستقر را بریدند و به نوع این تجاوزات را با پیراهای مصنوعی پوشاندند و به اصطلاح عدلیه دنیا پسند به وجود آوردن. در این عدلیه دنیا پسند اصل استقلال قضات پایمال گشت و اصل حاکمیت و شمول اقتدارات محاکم عدلیه نقض شد. محاکم نظامی و محاکم اختصاصی با قضات گوش به فرمان و مطیع به عنوان ارگانهای تثبیت کننده اقتدار غیرمشروع دیکتاتوری به کار گرفته شدند و صاحب اختیار جان و مال مردم شدند. در زمینه سیاه حاکمیت مطلق دیکتاتوری، فرشته چشم بسته عدالت فقط نقش یک مترسک داشت. موضوع اجرای عدالت سیاه روزانی بودند که خود قربانیان رژیم غیر انسانی دیکتاتوری و دست نشانده بودند. آفتاب دزدان در بند بودند، ولی دزدانی که به یک باره ده ها صد ها آبادی و شهر را میبلعیدند و با حقوق اساسی مردم را مورد تجاوز قرار میدادند و بهترین فرزندان ملت را به کاک و خون می نشاندند در مسند قدرت و اقتدار آشکار است که در چنین مجموعه شأن و نقش وکیل دادگستری چگونه دست کم گرفته می شود. در دوران سیاه دیکتاتوری بودند وکلایی که واقعا مظهر واقعی دفاع از حق و عدالت بودند و به درستی مسئولیت شغل شریف خیش را احساس می کردند، ولی تلقی دستگاه که از وکیل دادگستری و نقش او به گونه دیگر بود، به همین دلیل بود که ارگان اداره کننده کار وکلا یکی از دوائر جزء وزارت دادگستری بود. وکلای شریف سالها در کار استقرار حیثیت و شؤون و کلام و برای اینکه وکیل دادگستری جای واقعی خود را در مجموعه سیستم قضایی داشته باشد پایمردی کردند، ولی حاصل کار هنوز همواره چی بود؟ فقط پس از پیروزی نهضت ملت ایران به رهبری دکتر مصدق و استقرار دولت ملی آن رهبر بزرگ بود که قدم‌های اساسی در ادامه استقلال قوه قضاییه برداشته شد و اصل حاکمیت محاکم دادگستری و شمول
اختزاعات آن این محاکم احیا گردید و در همین دوره بود که نقش وکیل در دستگاه قضایی مستقل به درستی یادیابی گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تدوین و تصویب گردید. هرچند دستگاه استبداد در طول 25 سال اخیر به صورت‌های گوناگون به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد، ولی وکلای آگاه که تعدادشان کم نبود هیچگاه از رسالت خیش را فراموش نکردند. امروز جامعه وکالت فلواقع مرحله بلوغ را از سر گذرانده و در راه کمال است. جامعه وکالت امروز چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی دگرگونی پیدا کرده است. عناصر آگاه جامعه وکالت در نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری نقش شایسته خود را به درستی ایفا کردند و پیشوایان گرانقدر نهضت این نقش را ستودند. این تقدیرها مایه دلگرمی همه وکلا یه نیک اندیشی است که آگاهانه از حقوق انسانی مردم دفاع کرده و میکنه. هیئت مدیره کانون در دوره حاضر با آگاهی بر رسالت واقعی وکلای دادگستری کوشش به عمل آورد که اقدامات کانون واقعا در جهت صحیح هدایت کردند و به جای پرداختن به مسائل روزمره و جزئی ایفای وظایف واقعی وکلای دادگستری و وچه همت خیش قرار داد. یاد بوده روز استقلال کانون هر ساله جشنی ترتیب می دادن. هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در اوضاع و شرایط حاضر ترتیب دادن چنین مراسمی را در خور شأن جامعه وکالت ندانست و لذا از برگزاری جشن مرسومی خودداری کرد. جا دارد به مناسبت روز استقلال کانون ضمن بزرگداشت و ادای احترام به روان رهبر عالی قدر جنبش ملی ایران دکتر محمد مصدق، از وزیر دادگستری دولت قانونی و مرحوم عبدالعلی لطفی نیز با احترام یاد کرد و از مجاهدت‌های او در بنیانگذاری مجدد قوه قضاییه مستقل و ایجاد کانون وکلای مستقل قدردانی شود. همینجا جا دارد از کلیه همکارانی که در آن زمان در کار تدوین لایحه استقلال نقش داشتند به نیکی و با احترام یاد شود. یادشان گرامی باد. کانون وکلای دادگستری بی مناسبت نمی داند که وفاداری خود را با اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعانه اعلام دارد و همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضاییه مستقل و قوی را بار دیگر وچه همت خود و عموم وکلا و علاقمندان به آزادی و عدالت قرار دهند. کانون وکلای دادگستری. از کجا رفتی؟ و اما مطلب بعدی که می نویسد، هیئت مدیره دوره 19 کانون در اولین تصمیمات خود شادروان حمید مصدق، وکیل پایه‌ای دادگستری و شاعر سرشناس و محبوب را به عنوان سردبیر مجله کانون برگزید که پیام این سردبیر را هم در ذیل می خوانیم. اگر بتوانیم بخوانی. خیلی بده است. نه خیلی بده، نمیتونیم بخونیم.
انتخابات دوره 19 وکلای دادگستری. انتخابات دوره 19 کانون وکلای دادگستری روز 20 خرداد 1357 برگزار شد. هیئت نظارت این انتخابات به ریاست مرحوم محمد رضا جلالی نائینی رئیس وقت کانون و با عضویت آقایان سعدزاده، مشیری یزدی، لاهیجی، ملکزاده، صادق وزیری و مصطفوی بودند. این انتخابات پرشورترین انتخابات کانون وکلای دادگستری بود. اکثریت اعضای هیئت مدیره از لیست کاندیداهای گروه وکلای پیشرو انتخاب شدند. دیوان عدالت عظما متمم قانون اساسی مشروطیت فصل اقتدار محاکم در اصل 71 مقرر داشته است که دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند. دریغا که این آرزوی بزرگ از سال 1286 تا 1357 تنها مدت کوتاهی جامعه عمل به خود پوشید. ناتوانی رژیم شاه در سال پایان سلطنت او راه را برای دادگستری باز کرد. یقیناً همت وکلا، حقوقدانان، قضات شریف و حمایت بیدریق مردم به ویژه روشنفکران و دانشجویان عامل تعیین کننده‌ای در این توفیق بود. رقابت‌های بسیار فشرده و حاد گروه‌های شرکت کننده در انتخابات دوره 19 مانع همکاری دست جمعی در هیئت مدیره کانون نشد. منافع مردم و میهن به اتحاد بی سابقه‌ای شکل داد، اتحادی که توانست مهمترین نهاد مدنیت معاصر یعنی قوه قضاییه را از بند استبداد برهاند. دادگستری از روی کاغذ درآمد، در جامعه حضور فعال و پویا یافت. دادگستری پناه بی پناهان و ستم دیدگان شد. کانون وکلای دادگستری به محل مراجعه تحسن و دادخواهی ستم دیدگان تبدیل شد. یک پارچگی کانون وکلا و جمعیت حقوقدانان به شکل ظروف مرتبطه در آمده بودند. بسیاری از اعضای کانون عضو جمعیت حقوقدانان بودند. نام تعدادی از برگزیدگان کانون را به خاطر می آورم. هر کدام از آنان در حد توان خود با جنبش مردم همراهی کردند. زنده یادان حسن نزی، عبدالحمید اردلان، دکتر محمد تقی دامغانی، ولی الله شهاب فردوس، محمد رضا جلال نائینی و همچنین آقایان صارم الدین صادق وزیری، علی هاشمیان، علی شاهنده، دکتر هدایت متین دفتری، دکتر عبدالکریم انواری، دکتر محمد معینی عراقی از جمله آنند. دریغا دشمن قسم خورده و تاریخی عدالتخانه، دین پیشگان ظالم و بیرحم، میراثخواران مرتجع شیخ فضل الله نوری، دل ایلغاری ددمنشانه این شمع امید را خاموش کردند. عدالت اسلامی با ولایت خمینی و خامنه ای در دستان ناپاک و خونین امثال بهشتی، یزدی، شاهرودی و لاریجی قرار گرفت. با قضات خونریزی مثل لاجوردی، اژه‌ای، محمدی گیلانی، نیری و مرتضوی و مقیسه و بشور برو جلو تا دلت میخواد. دیر است و دور نیست که به همت زنان و مردان دلیل و خردمند و پایمردی جوانان آزادیخواه میاندوز بساط غارتگران ستمگر ویران شود و ببینیم که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. وقتی که شاه رفت 26 دی روزی که شاه رفت کشور در آتش بود. خمینی از پاریس دانه می پاشید که مارکسیستا در ابراز عقیده آزادند، البته در صورت عدم توطئه. دکتر سنجابی به ارتش نوید می داد که جنبش ملی اسلامی به ارتش احترام می‌گذارد. در همان روز جبهه ملی دنبال جامعه روحانیت مترقی تهران می‌رود تا با آنها در اربعین حسینی تظاهرات کند. رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ارتشبد قره‌باغی هم خیال همه را راحت می‌کند. اطمینان دارم که کودتایی صورت نخواهد گرفت. تا سر امام خمینی از 6000 کیلومتری در حاشیه پاریس پیدا شد، دومش هم در آمد. محمد علی نژاد در کیهان اعتراض دارد: من باید بگویم، تو نباید بگویی، چه معنا دارد؟
دانشجویان دانشگاه تهران با آیت الله طالاقانی شکایت میبرد چون عناصر مشکوک با شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، اعلامیه‌های غیر اسلامی را پاره میکنند. در چنین شرایطی دکانهای گوناگون اسلامی باز میشود، تعاونی های اسلامی مبارزه انقلابی با گرانی را شروع میکنند. گوشت گوسفند تازه کیلویی 240 ریال، گوشت مرغ با پر کیلویی 100 ریال. تجار محترم آقایان بهرام شمس، علی قاسمی و خسرو شاهی به تأسیس فروشگاه تعاونی اسلامی پوشاک همت میکنند. علی موسوی گرمارودی با شتاب به سر و سامان دادن کانون فرهنگی نهضت اسلامی پردازد. عدالت اسلامی هم در دفتر دانشگاه کرمان آغاز به کار کرد و یک ساره پس از استرداد اموال مسروقه به 35 ضرب شلاق محکوم شد. جامعه اسلامی معلمان هم حرفای التقاطی میزنه که قیام ملت اسلامی ملی است. در بعضی شهرها پرچم الله اکبر به جای مجسمه های خرد شده روی ستون ها قرار گرفت. اتاق اصناف زنجان به اتاق خیریه اصناف تبدیل می شه. مردم دست دسته به محل روزنامه کیهان می شتابند تا خبرگزاری انقلاب اسلامی را درخواست کنند. در این حال روی دیوار خانه شاعر بزرگ ایرانی می نویسند مرگ بر فریدون مشیری ساواکی، از بهشت زهرا گرفته تا تربیت دبیر اسلام عزیز، عناصر ناآگاه را به جان دانشگاهیان می اندازن و اینها نمونه های کوچکی بود از تجاوزهای روزمره به حقوق و آزادی های اساسی مردم. در همان حال که دانشگاهیان از آنها شکایت دارند، جامعه روحانیت تهران شعارهای کمونیستی در راهپیمایی جمعه اربعین را منع کرد. شعارهای راهپیمایی اربعین و متن کامل قطعنامه 29 دی تاکید دارد که قیام و مبارزه اسلامی ملت ایران ماهیت کاملا اسلامی دارد. در این حال جامعه اسلامی دانشگاهیان که تازه متولد شده نصیحت و دلالت کرد که روشن فکران دانشگاهیان نیز یک پارچه واقعیت انقلاب مردم مسلمان ایران را درک می کند. کارکنان بانک ها همگی می خواهند در بانک های اسلامی مشغول به کار شوند. سازمان کارگران ایران، سندیکای زرد شاهنشاهی به منظور تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی کارگران انحلال کامل خود را اعلام کرد. در همان روز به کتابخانه ساری که آقای ناصر زرافشان وکیل دادگستری در آن سخنرانی می‌کرد حمله کرده، شیشه‌ها را شکست. خوشبختانه امام خمینی در مصاحبه با روزنامه دست چپی از سفیر تاکید فرمود در آینده زنان در پوشیدن چادر مختارند. در این حال جامعه مهندسی گیلان در راه گسستن سلطه امپریالیسم و ارتجاع داخلی و کسب آزادی های دموکراتیک و اعلام موجودیت کرد. در تهران اما گروهی از دانشجویان اسلامی در کیهان دست به تحسن اعتراضی زدند. در این ارتباط استادان دانشگاه هرچه در جهت از بین بردن آزادی قلم باشد را محکوم کردند، حقوقدانان مسلمان. اکنون جامعه حقوقدانان مسلمان هم در صحنه ظاهر و نوبرانه خود را عرضه کرد و نحوه مجازات افراد فاسد و متجاوزین به حقوق مردم را با استناعت از قول شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان و نظر مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و بالاخره تفسیر المیزان علامه طباطبایی روشن کرد و مقرر فرمودند که قوانین ما قسمت جزایی آن به اکثریت قریب به اتفاق ترجمه از قوانین ممالک غیر مسلمان است و از این رو باید با استقرار حکومت اسلامی کلن ملغا شود. این دسته همانها هستند که برای انحلال جمعیت حقوقدانان و کانون وکلا کوشیدند. نفس گرم امام هم این مسلمانان را که تازه صاحب ریش و پش شده بودند را به مناسب عالیه رساند. این 36 سال است که به رهبری خمینی و خامنه‌ای و البته معجزات دلارهای نفتی آسیاب قدرت حاکم به زور پاسداران جهل و دستگاه‌های گوناگون سرکوب به خون ایرانیان می‌گردد. همه ما و جهانیان شاهدیم که عدالت اسلامی در همه زمینه‌های دینی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، رسانه‌ای، قضایی
آموزشی و روابط بین المللی با سیاست معروف ان نصر بالرب تمام دستاوردها و حقوق مکتسبه ایرانیان را پایمال زور و ستم کرده است. کاش می توانستیم امروز پیشکسوت عالی قدر خود قاضی وکیل و نویسنده شجاع و پاکدامن جناب صارم‌الدین صادق وزیری را آنچنان که شایسته اوست به 60,000 وکیل دادگستری، هزارها کارآموز در ایران معرفی کنیم تا جامعه و همکاران ما به نقش تاریخ ساز چنین مبارزاتی آشنا شوند و از آن بیاموزند و توشهی برای آیندگان بیاندوزند. حقوقدانان ایران و بهمن ارتجا. نویسنده در یادداشت‌های گوناگون به نقش وکلا و حقوقدان‌ها در مبارزات ملی ایرانیان اشارتی داشته که می‌توانید لینک‌های مختلف رو من رو در فیسبوک قرار میدم، شما هم بتونید ببینید. فشارهای طاقت فرسا به وکلا ادامه دارد. در تمام موارد این گرفتاری‌ها مستقیم ناشی از اجرای وظیفه قانونی وجدانی دفاع وکلا باشد. سه هفته پیش شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو همکار با آقای شمس نژاد را به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به زندان محکوم کرد. نگاهی به اطلاعیه‌های پنجگانه زین می‌تواند بخشی از شرایط فاجعه بار زندگی و کار وکلا را روشن کند. تحسن هم دیماه 1157 کانون وکلای دادگستری از بام تا شام سرگرم کار بود. خانواده های زندانیان سیاسی در هفته آخر دیما به تحسن در محل کانون پرداختند. زنان و مردان متحسن میهمانان گرامی کانون بودند. از پگاه تا بیگاه دانشگاهیان، دانشجویان، کارگران، کسبه، نویسندگان، روزنامه‌نگاران برای پشتیبانی می آمدند و می رفتند. شبان روز حدود 40 وکیل دادگستری به نوبت برای رتق و فتق امور در محل حاضر بودند. مثلا در شب چهارم تحصن یعنی 26 دیما نایب رئیس کانون وکلا همراه 10 وکیل دیگر از 150 متحصن پذیرایی می کردند. دانشجوهای دانشگاه آزاد غذا، لباس، رخت خواب آوردند. کارکنان وزارت فرهنگ و هنر، بانک مرکزی، دانشگاه‌ها، وزارت اقتصاد و معادن، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان آب و برق منطقه‌ای همراه زندانیان آزاد شده در محل بودند. قاضی ناظر زندان‌ها و چند کارمند دادگستری هم در میان جمع دیده می‌شدند. صدها نمونه از این موارد وجود دارد. من اینجا نگه می‌دارم و اون بهت میگم که وقتی که نوریزاده خودش میگه ما میدویدیم از این ورون و تو همین جا دنبال میرفتن با زندان ها میرفتیم، حالا میگه نه ما نه برچوی من نه. چرا ما این کار میکنیم؟ هیچ دلیلی نداره الا سقوط فرهنگی. یه جامعه که از نظر فرهنگی سقوط کرده باشه اینگونه است. که سرود ملی رو شغده آقلاشتو بگه که من یه آهنگ براتون پخش میکنم که همه باش خاطره دارید. ما فکر کردیم یه آهنگ میخواد لاود از چه میدونم مهوش پریوش برامون پخش کنی چه میدونم. گفتیم لاود میخواد آهنگ شازده خانوم ستار رو در کنار همه چیز آرومه که دوباره خونده در کنار جمهوری اسلامی این دوتا رو با هم تلفیق کنه پخش کنه چه میدونم. نگو میخواست آهنگ سرود ای ایران مرز پرگوهر رو پخش کنه، سرود میگه آهنگ. شاهزاده رضای پهلوی با سرود ما میگه آهنگ برخصی. این بهش میگه انحطاط سقوط فرهنگی. شیش به هیچی بیان نیست. این از کجا میاد؟ این موج از اونجا میاد، این تحول از درون ایران میاد. درون ایران در آشوبه، قوغاست، هیچی رو هیچی بند نی. نگاه کن، میداند او بهتر از من و تو میداند که اگر بیاید این موج همه رو با هم خواهد برد. سقوط نزدیک است، او اینو میفهمه. نیازی نیست ما اینجا بترسونیمش. آقای نوری زاده
خب ترسیده هست، استمراری جمله، او ترسیده بوده است. باور نمی کرده. چقدر برای تو همون دوران تعریف می کردن، خب گوش نمی دادی. دنبال اینه بین اون یارو زیرابوشو چجور برداشته. اون یارو بره تو تورنتو لخشه، اشتر زیر کار فرنگی، میگه من یه آدم روشن فکر آوانگاردم. نمیفهمه اصلا معنی لغتها رو بلد نی. میشود مملکتی دموکراسی باشد سکولار نباشد، نمیفهمه. میگه این تو خودشه دیگه، تو خودش نیست رفیق. اسرائیل تو خودش نیست، این مملکت دموکرات سکولار نیست. تو خودش نیست. بلنده مطلب دکتر روحانی، بلنده. بذاریم یه فرصت دیگه دوباره اینو برات کاملشو بخون. دلم پر از درد است. باز هم چند تا نکته به عرضت برسانم. اول آن است که لینک های برنامه رو از طریق فیسبوک و تویتر برای دوستانتون شیر کنید، برای دوستانتون بسید. اگر نداری از طریق ایمیل دینا رو برای دوستانت بفرست. بذار بچرخه. خوشحالم به کاوه نازنین تبریک میگن. در سایت مردم ریپورت دات نت اعلام کرد که فیسبوکش از 50,000 نفر گذشت. درود به این جوان شایسته. از صمیم قلب براش آرزوی بهترین دارم. شما هم تلاش کنید ما رو بالاخره به مرز 1000 تا برسونید. حالا کاوه 50,000 تا گذرونده، ما رو به 1000 تا برسونید. 814 نفر شدن. هر روزی که درخواست کردیم 2300 نفر اضافه شدن. ممنونم ازتون. بعد هم مشکل مالی داریم، اینو جدی بگیرید. این آقا که میاد رو خط میگه ما پول میدیم بعد نمیدن، اینا ظلم میکنن به ما. شمایی که کمک میکنید از دیگران هم بخواه که در این زمینه کمک کنه. خودت برو داوطلب شو، ازشون درخواست کن، به عمل کار برآید، ازش درخواست کن. بذار این چرخه بگرده، بذار چراغ روشن باشه. حالا که همه دارن مزخرف میگن، بذار ما هم بگیم، بذار ما هم عقده دل خالی کنیم. روزنامه کانادایی گلوب اند میل میگه که رضای پهلوی هم دلواپس شد. غرب به جای مذاکره با ایران به ما پول بدهد. رضای پهلوی با تشکیل یک شورا در سال گذشته در پاریس و تلاش برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از ایرانیان مقیم خارج و شرکت‌ها و دولت‌های غربی به دنبال تأمین منابع مالی برای تغییر حکومت در ایران است و این روزنامه کانادایی به نقل از این عضو خانواده پهلوی می‌نویسد تأمین هزینه‌های تغییر حکومت در ایران نیازمند جذب 1,000,000,000 دلار کمک مالی است. 1,000,000,000 بهش بدید دیگه که برات بخونه که ای ایران ای مرز پرگوهر، اینجا برات برخصه، شاد باشه. شکست بالتر از من میان مرغان نیست،
دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. کمک مالی بکنید. رضا پهلوی 1 میلیارد میخواد که رژیم رو عوض کنه. واو واو، این بهش میگه انحطاط، سقوط فرهنگی، فرهنگی که در یه جامعه سقوط کنه. پدرش محمد رضا شاه به روایت آقای دکتر ولی میگه رفتم 19 روز قبل از فوت اعلیحضرت فقیه شرفیاب شدن در مصر، ایشون فرمودن، تقریر کردن، من تقریرات ایشون رو یاد داشتم. گفت هرگز کاسب بگو من زحمت کشیدم برای مملکت، آبرو تهیه کردم، دست گدایی کاسه گدایی به دست خارجی نبرید. وصیت پدرش رو عمل نمیکنه. این بهش میگه سقوط فرهنگی. بازم ازت ممنونم، سپاسگزارم که تحملم میکنی، میدونم که کار سختی رو انجام. ممنون و متشکر. تا فرصتی دیگر دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو با هم ببینیم. سپاسگزارم از شما. این موضوعات یادت نره، خود فن پیج ما بشوید و لینک های برنامه رو برای دوستانتون هم بفرستید. مرسی.